در نشست امروز پارلمان اروپا که برای بررسی نقش سپاه پاسداران برگزار شد، نماینده سوئد از جمله سخنرانان این نشست بود که با انتقاد از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت چرا سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار نمی دهید. او در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت هزینه مماشات با جمهوری اسلامی برای اروپا گران تمام خواهد شد. من فکر میکنم آنان باید بدانند بهایی سنگین برای افز و ایای برجام وجود دارد، زیرا که به باور من این دلیلی است که آنها سپاه پاسداران را وارد فهرست تروریستی نکردند، زیرا میخواهند همچنان فرصت مذاکرات با ملاها را داشته باشند. این یک مشکل بسیار بسیار بزرگ است، زیرا قیمت این کار با جان انسان‌های بیگناه پرداخته می‌شود که از سوی سپاه پاسداران ترور و کشته می‌شوند. چارلی ویمرز، نماینده پارلمان اروپا از سوئد، در سخنانی خواستار آن شد تا مردم جهان از ایرانیان و زبان فارسی بیش از سه کلمه زن، زندگی، آزادی بیاموزند. او گفت به شعار معترضان ایرانی باور دارد، اما این نباید اروپا را به اشتباه بیاندازد که مردم ایران صرفاً خواستار اصلاحند. من فکر میکنم سیاستمداران اروپایی باید به پیام‌های وارده از تهران و همچنان خواست پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توجه کنند. آنان گفتند که تسلیحاتی دارند که به اروپا می‌رسد. من این را یک تهدید می‌دانم. این سخن یک ارتش معمولی نیست. این پیام یک سازمان تروریستی است.